بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند. جلسه 23 از مباحث موانع و دوائی سلوک دیندارانه در جهان مدرن رو به عنایت الهی آغاز میکنیم. خوشنودم که تا به این منزلگاه رسیده ایم و امیدوارم که تا جلسه 30 ما مباحثی رو که قصد داشتیم که در این سلسله بحث ها بگنجانیم مورد بحث قرار داده باشیم و انشاءالله این سلسله رو به پایان ببریم تا ببینیم که توفیق و تقدیر چه اقتضا می کند و بحث آتی چه خواهد بود. به قول حافظ گفت که روز اول که سر زلف تو دیدم گفتم که پریشانی این سلسله را آخر نیست. لذا پریشانی این سلسله آخر ندارد، یک سلسله به پایان برسه دیگری آغاز می شود و توفیق و عنایت از خداوند است. بیاد دارید ما همچنان در باب مدرنیته بحث می کنیم و ارکان مدرنیته، عواملی که باعث شد چنین دوره‌ای در تاریخ بشر گشوده شود و آدمی از دوران پیشین، دوران پیش مدرن یا قرون وسطا پا به جهان معاصر بگذارد. بسیاری از این ارکان رو در گذشته دیدیم و آزمودیم. در دو نوبت گذشته به بحث شر پرداختیم و اینکه چگونه توجه مردم و بالخصوص توجه متکلمان و متفکران به قصه شر و نسبت او با خداوند پرداختند و این معضله که همواره با بشر بود برجسته تر شد، چهره دیگری از خود نشان داد و باعث شد که اندیشیدن نسبت به خداوند تفاوت‌های کلی و جوهری بکند. این بحث البته به پایان نرسیده، همچنان محل کلام است، اما تأثیر خودش رو در روحیه غربیان گذاشت و در نسبت با خداوند به نوعی از فاصله رسیدند که قبلا این فاصله ها برقرار نبود. یعنی اون خدای رحیم و عادل که همه بی چون و چرا و بی گفتگو می پذیرفتند و از او دم می زدند، رفته رفته پشت حجاب پنهان شد و به قول پاره از متکلمان دوران خسوف خداوند در رسید. یعنی خدایی که چون خورشید می درخشید و به قول مولانا آفتاب آمد، دلیل آفتاب و حجتی برای اثبات وجود او حاجت نبود، پشت ابر رفت و اینک خداوند رو باید من ورای حجاب دید و حتی برای اثبات وجود او کوشش کرد. مخالفان از این سو و اون سو فراهم آمدند و خدا رو بدل به یک مسئله کردند، نه یک امر بدیهی، مسئله که مدافعان باید در دفاع از او بکوشند، او رو جا بیندازند و بنمایانند که وجود او محتمل است، اگر نه اینکه 100% واقعی باشد. اینها محصول اون بحث فوق العاده کوبنده بود به نام مسئله شرور. اما من در ضمن بحث از شرور به یک نکته اشاره کردم و گفتم که این نکته میماند تا بازتر شود و اکنون میخوام به اون وعده وفا کنم. اشاره کردم که کسانی که پاسخ شبهه شرور رو میدادند به لحاظ فلسفی مهمترین پاسخشون این بود که چیزهایی هست که لازمه وجود ماده است و تا ماده ماده است آنها از ماده گرفتنی نیست. قصوری یا ظرفیت کوچکی همراه با ماده است که در او همه چیز نمیتوان ریخت و از او همه چیز نمیتوان خواست و این پارچه کوتاه
تمام قد واقعیت رو نمی پوشاند، لذا همیشه چیزی بیرون می ماند و خداوند هم نمی تواند، اینجا خیلی مهم است، خداوند هم نمی تواند اون قصور را درمان کند، چون اون قصور ضرورت ذاتی ماده است و همچنان که هم تا جایی که ماده حضور و وجود دارد اون لوازم ضروری ذاتی هم برقرارند. مثالی که علمای ما معمولا می زدن برای لازمه ذات، می گفتن که زوجیت یعنی جفت بودن، زوج بودن لازمه عدد چهاره. شما نمی توانید عدد چهار داشته باشید ولی چهارتون فرد باشه، زوج نباشه. این چنین نیست که خداوند عدد چهار رو زوج کرده باشد، عدد چهار خودش به ذات و به ضروره، به این نکات توجه کنید، عدد چهار به ذات و به ضروره از پیش خود به اقتضای ماهیت خیشتن زوج است. خداوند کاری که می کند عدد چهاری رو که زوج است خلق می کند، نه اینکه عدد چهار رو زوج می کند. خداوند زوجیت رو به چهار نمی بخشد ولی وجود به چهار می بخشد. یک جمله‌ای داره ابن سینا که فیلسوفان زیاد از او استفاده می کنند. ایشون فرمودند، ابن سینا مثل یکی از آیاتی است که نازل شده از طرف این فیلسوف بزرگ، که ما جعل الله المشمش مشمشن بل اوجده و مشمش یعنی زردالو به عربی. خداوند زردالو رو زردالو نکرده است بلکه زردالو رو آفریده است. بین این دوتا خیلی فرق است. زردالو یک خواص ذاتی داره که این خواص ذاتی مار زردالوه، خدا به زردالون خواص ذاتی رو نمیده، اما کل زردالو رو با همه اونچه که دارد می آفریند. خداوند جز خلق کار نمی کنه. و مثال های بسیار. این قصه لازمه ذات که مبتنی است بر یه مفهومی در فلسفه به نام مفهوم ضرورت، این از اجزا و ارکان فلسفه مشیایی است. چیزهایی که لازمه ذاتند ضروری اند، یعنی نبودنشون محال است. منظور از ضروری این است دیگه، نسسری به تعبیری که اینجا هست. ما دو تا مفهوم مهم داریم در فلسفه، یکی ضرورت و یکی هم امکان. امکان رو کانتینجنسی میگن، در اینجا اون پاسیبیلیتی یک چیز دیگه است، کانتینجنسی میگن، و ضرورت رو هم necessity میگن. contingency یعنی غیر ضروری، همین، و ضروری هم یعنی ضروری. این دوتا مفهوم که به اصطلاح بهشون میگن مواد اولیه، یا اگر مفهوم محال رو هم کنار اینا بگذارید و سه مفهوم اصلی میشه که مواد ثلاث به اونها گفته میشود، جزو ضروری ترین مفاهیم در هر فلسفه هستند. و شما هیچ فلسفه‌ای ندارید که از این مفاهیم ضروری و امکان و محال خارج باشه یا مستقنی باشه، یعنی اینها رو به کار نگیره. در منطق که 100%، در عالم خارج هم همینطور. مثلا ما خداوند رو necessary being، خب وجود واجب می‌دانیم. وجود واجب یعنی چی؟ یعنی وجودی که نبودنش محال است، معناش اینه. اما تمام مخلوقات رو وجود ممکن می‌دانیم. یعنی چه؟ یعنی وجوداتی که نبودنشون یا بودنشون هیچ کدام محال نیست. بنده و شما جزو ممکناتیم، جزو موجودات ممکن الوجودیم. نه بودنمون نه نبودنمون هیچ کدام محال نیست. حالا هم که هستیم بازم ممکن الوجودیم، یعنی اینجوری نیست که دیگه نبودن ما محال شده باشه. خب میتونیم هم باز از بین برویم. و هر موجود غیر خداوند اینطور است. این قصه وجوب و امکان است که بالاجمال خدمت شما عرض کردم. دقیقاً این مسئله رو میخوایم امروز مورد بحث قرار بدهیم، اونم نه به لحاظ منطقی یا فلسفی، به لحاظ تاریخی، به لحاظ حوادثی که در مغرب زمین بر این مفاهیم رفته است.
حوادثی که منتهی شده به ظهور مدرنیته، اونچنان که ما میدانیم هیچ چیز دورتر از ذهن نیست که چنین مفاهیمی که انقدر تخصصی و تکنیکی هستند بتوانن نقش عظیم تاریخی بازی کنن و بشریت رو از دوره تاریخی به دوره دیگری عبور بدهند. اما حقیقت این است اونهایی که در تاریخ اندیشه ها کار میکنن از این غرایب و عجایب بسیار میبینند، اموری که به نظر نمی آیند اما مثل نیروهای مخفی و دستهای نامرئی کار خودشون رو میکنن و امور رو به نحوی که ما نمیبینیم در طول یک مدت بلندی سامان میدن. خب برای اینکه وارد این بحث بشیم، لبش این است که اونچه که به نام لازمه ذاتی یا ضروری است مورد انکار قرار دادن. این خلاصه مطلب است و تا امروز که ما در دوران مدرن نشستیم تقریبا این قصه همچنان هست و با انکار لازمه ذاتی و ضروری بشر از یه دوره فکری و فرهنگی وارد یه دوره دیگری شد. این دوره دوم همین دوره مدرنیته است که من و شما الان داریم در روز زندگی میکنیم. منتها این دو کلمه البته وافی به مقصود نیست، من بیشتر باید شرح بدم تا شما ببینید که چگونه این ورق رو برگرداندن و انکار ضروری و ذاتی کردن منتهی میشود به در آمدن از دوره‌ای و نشستن در دوره دیگر. همه ما اسم دوران قرون وسطا رو شنیده ایم، اسکولاستیسیزم نام دیگر او، مدرسیگری یا قرون وسطا، میدل ایجز که به او دارک ایجز هم میگوین، دوران تاریک، دوران پر از ظلمت. این نام دارک ایجز رو کیا گذاشتن بر قرون وسطا؟ بعدی ها که آمدند و دوران خودشون رو دوران روشنایی نامیدن، انلایتنمنت، بله، یا اوفکلیرونگ به قول آلمانیا، یا سیکل لومیر به فرانسه، دوران روشنایی، دوران نور. گفتن ما الان انلایتندیم، ما روشن شده ایم، منور شده ایم به نور عقل و پیشینیان ما که ساکنان قرون وسطا بودن در تاریکی میزیستند و لذا اون دوران دوران مظلم، دوران ظلمانی و تاریک بود، دارک ایجز. مثل هر دوره‌ای که وقتی در میرسد پیشینیان رو طعن میزنند و سرزنش میکنند و نکوهش میکنند، نظام‌های سیاسی معمولا اینطوری‌اند، نظام‌های فکری هم همینطوری‌اند، غروری میفروشند و فخری میکنند و چنین وانمود میکنند که بشریت تاریخ اصلیش با ما آغاز شده است و پیش از ما همه نادان بودند، همه ابله بودند، همه نفهم بودند، همه تو تاریکی زندگی میکردند، کسی حقیقتاً سر از چیزی در نمی آورد و با ما دوره تازه‌ای از تاریخ آغاز شد. خب مارکسیستان وقتی که آمدند و گفتن ما می‌خوایم انسان طراز نوین بسازیم همینطور بود، لیبرال‌ها همینطور، معمولاً آدم‌ها همینطوری پیش پای خودشون بلند میشن و برای خودشون پپسی وا میکنن و برای خودشون بالاخره یک شأن تازه‌ای قائل میشن. دوران انلایتنمنت، دوران روشنگری، البته دوران بسیار مهم و بی‌سابقه‌ای در تاریخ بشر بود. مفهوم روشن فکر هم که ما امروز به کار میبریم در حقیقت یعنی محصولات دوران روشنگری. قبلا منور الفکر میگفتن در ایران و فارسی ترش کردن و گفتن روشن فکر، و این روشن فکر یعنی کسانی که در دوران روشنگری و تحت تأثیر اون افکار که افکاری بود ضد دوران قرون وسطا پرورش یافتن و ذهنشون به نور عقلانیت مدرن روشن شده است. باری این دوران اسکولاستیسیزم یا قرون وسطا که همه شنیده ایم معمولا در ذهن ما چه چیزهایی رو تداعی می کند؟ دوران استبداد کلیسایی، دوران استبداد سلطنتی، دوران تکفیر، دوران اینکویزیشن یعنی تفتیش عقاید، دوران به آتش سوزاندن ساحران و کافران و مرتدان، دوران سختگیری های بی سابقه دینی، دوران ظاهراً بی علمی یا شاید بی فکری، چیزایی که توی تواریخ سطحی نوشته می شود.
من به اینا کاری ندارم. البته بسیاری از اینها مبالغه است، اغراق است. تاریخ نویسان بعدی که آمدن مخصوصا در یکی دو قرن اخیر بسیاری از این داوری های سطحی رو بر اونها قلم بطلان کشیدن، نشان دادن که اصلا اینطور نبوده. تاریخ بشر چنان گسست بسیار عمیقی را از سر نگذرانده باشد که یک مرتبه از تاریکی ما به روشنایی افتاده باشیم. این روشنایی تدریجی بوده و این نور خرده خرده تولید شده تا به دوران به اصطلاح روشنایی رسیده ایم. بسیاری از متفکران و دانشمندان بزرگ، فیلسوفان، متکلمان مغرب زمین در همین دوران مسمی به قرون وسطا و قرون تاریک زندگی کردن، آثار خودشون رو پدید آوردن و البته رفته رفته این آثار کشف شد، برای مدتها به فراموشی سپرده شده بود و دوران تاریک، قرون تاریک، تاریک نماندن و روشن‌تر شدن. مخصوصا در این دوران قرون وسطا بود که فتوحات اسلامی هم پیش آمد، یعنی امپراتوری بیزانس فرو ریخت. بسیاری از آثار از اونجا منتقل شد به مغرب زمین و گفته شده است که مسلمین هم در پدید آوردن دوران روشنگری سهمی داشتند. دوران مدرن خب معلول علل بسیار است. یکیش بدون تردید همین قرون وسطاست و اون چه که در قرون وسطا میگذشت. مثلا یکی از بهترین دلایل بر این که بعد از شب خورشید در میاد، پس از پایان شب، همین قرون وسطاست. این خورشید مدرنیته اگر خورشیدی محسوب شود از دل اون شب ظلمانی طلوع کرده است و لذا اون شب سهمی در طلوع این خورشید داشته است، به شرطی که انسان برود و بگردد و رشته ها و مجاری این علی و معلولی رو پیدا بکند. خب از مشخصات قرون وسطا چه بود؟ اون مشخصات سطحی که گفتم از اونها عبور کنیم. یک چیزی بود به نام رئالیسم. رئالیسم در زمان ما معنای دیگری داره. رئالیسم یعنی واقع بینی، واقع گرایی. در قرون وسطا مطلقاً معناش این نبود و شما اگر این کلمه رو با معنای امروزیش به قرون وسطا ببرید، اونگاه خطای تاریخی کردید، آناکرونیسم مرتکب شده اید و حرفای اونا رو خوب در نمیاد. این رئالیسم در مقابل نامینالیسم بود که من امروز میخوام ذکر کنم. ما در حقیقت با بیرون آمدن از دوران قرون وسطا از دوران رئالیسم بیرون آمدیم و پا به دوران نامینالیسم نهادیم. این را حالا توضیح عرض میکنم و روشن خواهد شد و بهتر خواهیم دید که ما الان در چه عصری زندگی میکنیم. ببینید، از جاهای خیلی ساده شروع کنیم. به نظر شما ما چیزی به نام انسانیت داریم یا اون چی که داریم انسانها هستند؟ کدومشه؟ بسه دقیقا از همین جا آغاز می شود. آیا اون چی که در عالم خارج وجود دارد آدمیانند یا آدمیتیست که شکلها و مصادیق مختلف پیدا کرده است؟ ما روحانیت داریم یا روحانیان؟ کدوم یکیش؟ ما غرب داریم یا غربیان؟ همین دعوایی که من با خیلی ها در ایران داشتم، مثلا غرب اینطوره، غرب اونطوره، ذات غرب اینه، ذات هم. من به اونا میگفتم که این تعبیر غلط اندازه است، یا دست کم مبتنی بر یه فلسفه است که از اون فلسفه باید دفاع کرد، اون رو مفروض و بدیهی نمیتوان گرفت. آیا چیزی به نام غرب، ذات غرب داریم که بگیم غربیان مصادیق اون ذاتن و همه در یک وجهی مشترکن که اون وجه عبارت است از غربی بودن، از غربیت؟ یا نه، اون چی که ما داریم جمعی از آدمیان است که ما به اونها میگیم غربیان. نزدیکتر از اون، ما آیا چیزی به نام اسلامیت داریم یا فقط مسلمانان داریم؟ و این سوال رو می توانیم همینطوری تکرار کنیم در هر موردی،
آیا ما چیزی به نام چوب داریم یا اونچه که داریم قطعات چوب است؟ این سوال وقتی که تکرار کنیم و پیش بریم، رفته رفته ممکن اصلا در ذهن خودمون به خودمون شک کنیم که ما اصلا بین چی و چی داریم قائل به تفاوت میشیم. این دوتا که یکی هست، نه این دوتا یکی نیستن، خیلی هم با هم فرق دارن و همون فرقشون باعث شد که دو اردوگاه بزرگ از فیلسوفان تشکیل بشه. یه عده میگفتن چوب داریم، یه عده میگفتن نه چوب نداریم، فقط قطعاتی از چوب داریم. و این باعث شد که ما اصلا نگاهمون به عالم، به طبیعت، به خدا، به همه چیز عوض بشود. اگر ما شما به فرض کنید بیانیه حقوق بشر مراجعه کنید، اونجا چی نوشته شده؟ گفته آدمیان اینجوریان یا گفته آدمی این چنین است؟ بله، کسی عبارات اعلامیه حقوق بشر رو به یاد داره؟ Human beings یا humanity، کدوم یکیش؟ این دوتا خیلی با هم فرق داره. ما میگیم که فلان کار جنایت علیه بشریت است، نمیگیم. آیا این باید بگیم یا درستشی که بگیم این جنایت علیه همه آدمیان است؟ کدومش رو بگیم؟ یا این دوتا یکیه واقعا؟ جنایت علیه بشریت همان جنایت علیه همه آدمیان است، یا واقعا human beings داریم یعنی آدمیان، یا humanity بشریت؟ اینا همون تفاوتی است که بین رئالیسم و بین نامینالیسم است. این دقیقا همون تفاوت است که حدود دو قرن اروپا رو شوراند و لرزاند و لغزاند. کلیسا وارد کار شد، یه عده‌ای تکفیر شدن، تا بالاخره هم البته رفته رفته مثل هر دعوای دیگری سست شد، شل شد، نه اینکه حل شد یا منحل شد. تا امروز هم هنوز درباره اینها سخن هست، ولی نه البته تنور به اون داغی پیشین نیست. این لب مطلب است که آیا یه حقیقتی به نام انسانیت هست که همه آدمیان مشترک داشته، اون رو اشتراک داشته باشند در آن، یا هر کسی یا آدمی است برای خودش و فقط آدمیان با هم مشابه هم، همین و بس. و بذارید اینجوری بگم، حالا جوری دیگری، اگر همه آدمیان از بین بروند، آدمیان از بین رفتن یا آدمیت از بین رفته است؟ بله، یعنی همچنان میشه آدمیان خلق بشن، نه؟ ما بله، خب همه بحث این بود که اینجا با مفهوم ذهنی نداریم، تمام نزاع بر سر همین بود که ما اینجا یک چیز دیگری در ذهن نداریم، اون چه که جز یه نامی بیشتر نداریم، این آدمیت و انسانیت و امثال این حرفا. و اونچه که در عالم خارج وجود داره آدمیانند، قطعات چوب است، روحانیانند، سنگها هستند، درختان هستند، چیزی به نام شجریت، حجریت، اینا همون ماهیتن. وقتی میگیم شجریت یعنی ماهیت درخت، وقتی میگیم حجریت یعنی ماهیت سنگ. چیزی به نام حجریت و شجریت و انسانیت و غیره وجود ندارد، فقط افراد وجود دارند در عالم خارج، افراد انسان، افراد درخت و امثال اینها. اگر شما معتقد باشید که ما فقط افراد داریم، هیچ مفهوم کلی نداریم در اینجا، نه در ذهن خودمون و نه در ذهن خداوند، شما نامینالیستید. یعنی میگید که انسانیت یه نامی بیش نیست، مفهومی نیست اینجا، نامی بیش نیست، اون چه که در حقیقت وجود داره خود آدمیانند. و خداوند انسانیت نیافریده است، انسانها را آفریده است. در حالی که وقتی که شما قائل به انسانیت باشید میگید خداوند انسانیت آفریده است، در هر انسانی یک انسانیتی نهاده است و به اون سبب است که ما همه انسانیم، چون هممون واجد یک عنصری هستیم که اون عنصر نامش چیه؟ انسانیت است. چون خدا به من انسانیت داده، به شما داده، به زید و عمرو داده، به همه ما یه چیزی داده به نام انسانیت، لذا همه ما انسانیم.
این یه حرفه. بنابراین خدا یه موجودی ما داریم به نام انسانیت، این موجود پخشه در همه انسانها و خداوند هم اون رو خلق میکنه، به قول حکیمان مجعول به جعل جائل است و یه مفهوم توهی نیست، بیهوده نیست. ما چون به انسانیت وصلیم انسانیم، اگر انسانیت در ما نبود ما انسان نبودیم. و هر موجود دیگری وقتی واجد ماهیت خیش است اون نام رو بر او میتوان نهاد، اگر اون ماهیت از او غائب باشد دیگه اون نام رو از او بر او نمیتوان نهاد و از او باید سلب کرد. در این باره بیشتر باید فکر کنید، هرچه که مثال میتوان بزنیم این قصه روشن‌تر میشه. ولی لب کلام این است که دو گروه در اینجا در مقابل هم ایستاده بودند. مهم این نیست که ما الان نزاع زبانی بکنیم، بگیم از این به بعد انسانیت به کار ببریم یا انسانها به کار ببریم، شجریت به کار ببریم یا اشجار به کار ببریم. این در نوشته های معمولی هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه، در بعضی نوشته های فلسفی مشکل ایجاد میکنه، در نوشته های حقوقی مشکل ایجاد میکنه. مبانی فلسفی شما در اینجا باید روشن باشه. ولی از اونجا این اشکال جدی میشه و برجسته میشه که قصه در نسبت با خداوند مورد توجه قرار بگیره. و اینجا بود که در حقیقت تنور بحث و نزاع داغ شد، حتی بعضیا تکفیر شدن. چرا؟ برای اینکه اگر ما قائل به ماهیت باشیم، یعنی بگوییم که انسانیت یک ماهیتی است، این ماهیت یه لوازمی دارن، لوازم ضروری دارن، مثل اینکه بگیم عدد 4 یک لازمه داره که لازمه زوج بودن است. اگر بگیم آتش یک ذاتی دارد که اون ذات سوزاننده است و اون لازمه ذاتی ضروری از آتش قابل سلب نیست، اگر این رو بگیم ما قدرت خدا رو محدود کردیم. یعنی میگوییم که خداوند نمیتواند آتشی بیافریند که نسوزاند. معنی لازمه ذاتی اینه دیگه، شبیه همون که خداوند نمیتواند 4 بیافریند که فرد باشد و زوج نباشد. لازمه ذاتی معناش اینه. لذا اگه اونجا حالیمون نبود داریم چی میگیم، حالا بعد حالیمون بشه که داشتیم چی میگفتیم. فقط جای الفاظ رو عوض کردن نیست، داریم تعهد میسپاریم به یه فلسفه‌ای که دایره اقتضاعاتش دامن خداوند رو هم میگیرن. اگر شما گفتید که به قول حالا مثال های قدیمی رو میزنم، روغن چرب است و چربی ذاتی و ضروری روغن است، دیگه خدا نمیتونه یه روغن بیافرینه که چرب نباشه. وقت دیگه نمیشه ابراهیم رو در آتشی انداخت که نسوزد، برای اینکه ضروری آتش این است که بسوزاند. و دیگه نمیشه گفت که یه دایره‌ای میسازیم که این دایره شعاعهاش با هم مساوی نباشن، برای اینکه این ذاتی دوائر است که شعاها همه با هم برابر باشن. نمیشه مثلثی ساخت که مجموع زوایاش 180 درجه نباشد در هندسه اقلیدوسی، چون اینا ذاتی ماست. و بسیار چیزهای دیگه، مثالها در ریاضیات و هندسه معمولا خیلی واضح تره. وقتی که به عالم فیزیک، به عالم طبیعت میاد، مثالها مشکل تر میشه، یعنی ذهن آدم میلغزد. اما اگر قائل به ضرورت باشیم همین نتایج رو داره و ما باید به اونها گردن بگذاریم. یعنی باید بگوییم که آتش مادامی که آتش است همین است، و خصوصا ماده که قبلا صحبت کردیم، ماده یک ذاتی داره که این ذات ماده یک لوازمی داره و این لوازم جدایی ناپذیر از ماده هستند و همان لوازمن که شرور رو می آفریدن، چون اون لوازم ماده نقصانهایی رو در ماده پدید می آورن و ماده نمی تواند همه کمالات رو در خودش جمع بکنه و این نقصانش و بیکمالیش باعث پدید آمدن رنج و درد و محرومیت و فقر و مرگ و هزار چیز دیگه میشه که نامشون شروره. اگر ماده می تونست همه کمالات و همه نیکویه ها را در خودش گرد بیاره، ما شر نداشتیم در عالم. حکیمان اومدن چه جوابی دادن؟ گفتن نه، ماده یه جوریه که اصلا ذاتن، این ذاتن یادتون باشه، به ضروره نمیتواند همه نیکی ها و کمالات را خودش جمع کنه.
و این لازمه ذاتی چنان است که قدرت خداوند هم اون رو رفو نمیتواند بکند، چون که خداوند زورش به ضروریات نمیرسه. خداوند در ممکنات عمل میکنه نه در ضروریات. اون چرا که میتواند بشود یا نمیتواند بشود در اونجا وارد عمل میشود، هست رو نیست میکنه، نیست رو هست میکنه. اما هیچ وقت نمی شود و نمی تواند. اساس فلسفه ارسطویی و مشایخ این بود که خداوند ضروری رو ممکن بکنه یا ممکن رو ضروری بکنه. به این می گفتن انقلاب ماهیت هست، می گفتن انقلاب ماهیت هم محال هست، راست هم می گفتن. خب این تقریر صورت مسئله است. اما اگر ما به ضروری ذاتی شیئی قائل نبودیم، وقت دست خدا باز می شود. وقتی من گفتم آتش نمیتواند نسوزاند، خب به اصطلاح ظاهرا دست خدا بسته است، یا آتش رو خلق نمیکنه یا اگه خلق کرد دیگه نمیتونه به آتش بگه تو نسوزان، دیگه لازمه ذاتش میسوزونه. خب این در صورتی است که شما به لوازم ضروری ذاتی قائل باشید. اما اگر نباشید، بگید کلمه ی آتش نامی نیست که بر ماهیت آتش نهاده باشن. آتش یعنی آتشها، یعنی شعله های آتش. هیچ ضرورت ذاتی هم اینجا وجود نداره. لذا آتش میتواند گاهی بسوزاند گاهی هم نسوزاند. یک ذات واحد نیست که تو همه آتش ها حضور داشته باشه و اون یک ذات واحد همیشه اقتضای واحد داشته باشه. ما شعله های آتش متفاوت داریم، هر کدوم هم ممکنه خاصیت، یکیشون ممکنه یه روز بسوزونه، دیگری ممکنه جای دیگه نسوزونه. یا آدمیان، یه وقتی که شما فرض کنید ببینید در قرآن میگه ان الانسان لفی خسر، این از اون جاهایی است که خیلی توجه بهش جالبه. مفسران ما چون همشون رئالیست بودن اینا رو رئالیستی معنی کردن، این قائل به ماهیات، در حالی که اگر این نامینالیست بودن همین آیات جور دیگه معنی میشد. یه وقتی میگیم انسان ذاتاً در خسران است، یه وقتی میگیم انسانها در خسران، این دوتا با هم فرق داره. ممکنه یه انسانی هم باشه خسران نباشه، اما اگر گفتید انسان ذاتاً در خسرانه، هیچ انسانی نیست که در خسران نباشه، چون لازمه ذاتیشون میشه. اما اگر انسان رو نامینالیستی معنی کردید، گفتید آدمی یعنی آدمیان، وقتی گفتیم آدمیان در خسرانند یعنی علل عموم چنینن، ممکنه یک انسانی هم پیدا بشه در خسران نباشه. یا مثلا در قرآن بسیار داریم خلق الانسان هلوعا اذا مسه الشر جزوعا اذا مسه الخیر منوعا الا المصلی. آدمی هلوع یعنی زیادت طلب آفریده شده است، اگر شری ببیند جزع و فزع میکنه، بی صبری میکنه، اگر خیری ببیند همه رو به خودش اختصاص میده و از دیگران دریغ میکنند. این ما میگیم چی؟ میگیم این فطرت آدمی است، این ذات آدمی است. این حرف بر مبنای رئالیسمه، چون ماها عموما رئالیستی فکر میکنیم. میگیم آدمی یه ذاتی داره، یه سرشتی داره، آدمی اصلا به ذات زیادت طلب است. اما شما میتونی، هیچ کسی نگفته و نبوده و من اینو تو نوشتم آوردم که بتونه ثابت کنه پیامبر اسلام یا خدا رئالیستن، یعنی قائل به ماهیاتن. این فیلسوفان و مفسران بودن که قائل به ماهیات بودن و آیات قرآن رو اینجوری تفسیر میکردن و این جزء همون مسائل قبض و بس، یعنی پیشفرض‌های نامرئی که در ذهن این بزرگان حضور داشته و بدون اینکه متوجه حضور این پیشفرض‌های ستبر باشن وارد عرصه تفسیر شدن، بدون تنقیح اونا، بدون تهذیبشون و حتی بدون رد و قبولشون، بدیهی گرفته بودن این رو و به طبیعت حال، به صرافت حال این رو مصرف میکردن و غافل بودن از اینکه چیزی رو دارن به متن اضافه میکنن. توی متن نیامده ذات انسان، گفته شده انسان، اما من فیلسوف رئالیست اینو میخوندم ذات انسان. در متن قرآن اومده آب، گفته خداوند آب رو از آسمان فرستاد. خدا ذات آب رو از آسمان فرستاد یا آب رو از آسمان فرستاد؟ من مفسر رئالیست این کلمه ذات رو اینجا اضافه میکردن. شما نگاه کنید به تفسیر عموم فیلسوفان ما، من جمله مرحوم آقای طباطبایی، نه که اینا رئالیست بودن، بدون اینکه توجه داشته باشن که چیزی رو بیرون از متن دارن وارد متن میکنن،
این کار رو میکردن، خیلی هم راضی بودن، در حالی که هر دو احتمال رو داره. ما هیچ دلیلی نداریم که پیغمبر اسلام رئالیست بوده یا نومینالیست بوده، اصلا هیچ شواهدی نداریم که ایشون تفکیک بین این دوتا میکرده و خودش رو در این گروه یا در اون گروه قرار میداده. هیچ کدوم اینها، این چیزا بعدها پدید اومد. لذا هر یکی از اینا رو که ما مفروض بگیریم، یه عینک تازه به چشممون زدیم و با عینک تازه‌ای داریم متن رو میخونیم و معنا میکنیم. خداوند آدمی رو آفرید، خداوند آب رو آفرید، خداوند خاک رو آفرید، انسان زیادت طلب است. همه اینا رو شما میتونید بگید سرشت و ذات انسان این چنین است، میتونید بگید آدمیان چنینند. اگر دومی رو گفتید شما نامینالیستید، اگر اولی رو گفتید شما به اصطلاح قرون وسطا رئالیستید. رئالیست اون معناش اون بودا، یعنی قائل به کلیات و قائل به ماهیات و قائل به لوازم ضروری ذات، معناش این بود. از این الفاظ قلوب سلومه شما نترسید، من تقریبا اینا رو برای شما دارم نرم میکنم، حلیم میکنم، معانیش تقریبا امیدوارم براتون روشن باشه. حتی فلاسفه خیلی حرفای عجیب و غریبتر هم زدن اینجا، فعلا به کار ما نمیاد، ضرورتی نداره. خب ببینید، هم نتیجه به قول معروف ثمره در کجا ظاهر میشه؟ در وقتی که شما میخواید که نسبت این جهان رو با خداوند بسنجید، که همیشه ام المسائل بوده است. که تا گفتیم خدایی هست و جهانی هست تمام نشد مسئله، افتاد مشکل ها، تازه اول سوالات هست که خب نسبت این خدا با این عالم چیه. خیلی این مسئله فربه، خیلی زیاد، یکیش در همینجا ظاهر میشه. اگر گفتیم خداوند ماهیات آفریده است، معناش این است که خداوند ماهیات رو با یک لوازم ذاتی آفریده است. اگر گفتیم خداوند ماهیات رو با لوازم ذاتی آفریده است، معناش این است که خود او هم نمیتواند این لوازم ذاتی رو عوض بکنه. اگر این رو گفتیم، معناش اینه که گویی ما دست خداوند رو بسته ایم و گفته ایم که در خلقت خودش به دلخواه خودش نمیتواند تصرف کند، محدودیت داره، خط قرمز داره، یک جاهایی جلوی او رو همین مخلوقات میگیرن، میگن که پا رو اون طرفتر نمیتوانی بگذاری، دست تصرف در ما نمیتوانی بگشایی. به این دل این از کجا آمد در قرون وسطا؟ این از طریق فلسفه اسلامی رفت به اروپا، از طریق ابن رشد رفت، از طریق فلسفه یونانی رفت، که البته فلسفه ابن سینایی، فلسفه ابن رشدی، اینا همه فلسفه مشائی ارسطویی بودن، با البته اضافاتی که این بزرگان کرده بودن. اینا فقط خریدار محض نبودن، کمپیلاتور نبودن به اصطلاح که چیزهای رو از اونجا جمع کنن و تحویل دیگران بدن، خودشون پروسس کردن، روی این مواد اولیه فلسفه یونانی کار کردن، افزودن، کم کردن، یک فلسفه پخته پرورده جا افتاده رو تحویل غربیان دادن. بعدها البته اولین آشنایی غربی ها با ارسطو از طریق مسلمان ها بود، بعدها خودشون ارسطو رو و افلاطون رو از نو کشف کردن و آثار ارسطو و افلاطون رو به زبان یونانی پیدا کردن و خودشون خوندند و البته از ما هم سبق بردن و پیشتر رفتن، اما آغاز آشناییشون از طریق رساله هایی بود که از عالم اسلام به دست اونها رسید، مخصوصا تو جنگ های صلیبی و بعد از فرو ریختن امپراتوری بیزانس، و که چنان که گفتم موتور محرکه انلایتنمنت شد، یعنی پدید آمدن دوران روشنگری. خب ارسطوگری چنین اندیشه هایی رو در فضای دینی، بسیار دینی قرون وسطا با خودش آورد. خدای دست بسته، خدایی که قدرت او محدود است، خدایی که نمیتواند تا اعماق ماهیات اشیا نفوذ بکند، خدایی که دایره تصرف اراده او همه جا گسترده نیست، نقاطی وجود دارد که او رو متوقف میکند. این ترکیبی بود که از ارسطوگری و از مسیحیت پدید آمد و شبهه‌ای که پدید آمد. یک جمله اینجا برای شما نقل کنم، اتین ژیلسون که از فیلسوفان
نیمه اول قرن بیستم فرانسه بود و متکلم مسیحی بسیار زبردستی بود. ما گاهی هم در این بحث‌ها از آرا و استفاده کردیم. ایشون یک کتاب کوچکی داره به نام وحی و عقل، در اونجا که به فارسی هم ترجمه شده، میگه وقتی که متکلمان مغرب زمین از آشتی دادن عقل و وحی مأیوس شدن، قرون وسطا به پایان رسید. قرون وسطا در حقیقت نزاع بود، دوران ظلمت و جهل نبود، دوران پیکار بود میان دو اردوگاه که یکی رو وحی مینامیدن که همون دین باشه، یکی رو عقل که عمدتاً یعنی فلسفه، و این فلسفه هم عمدتاً از کجا رسیده بود؟ از یونان رسیده بود و فلسفه ارسطو بود، بعدها افلاطون رو کشف کردن. در دوران روشنگری بود که ارسطو رو کنار گذاشتن و به طرف افلاطون رفتن، داستانش مفصله. فالعقل یعنی فلسفه ارسطویی در آن زمان و وحی یعنی دین مسیحی. این دوتا گاهی همکاری داشتن، گاهی نزاع داشتن. در اثر همکاریشون که به جای خود نزاعهاشون نزاعهای داغ و خونین بود، میکوشیدن که آشتی بدن بین عقل و وحی، بین فلسفه ارسطویی و بین وحی عیسوی. کارها و تلاشهای بسیار زیاد هم شد. کل قرون وسطا پر است از رساله هایی که در این زمینه نوشته شده است. به قول اتین جیلسون، از وقتی که اینا مأیوس شدن از اینکه آشتی بین این دو تا برقرار کنن، از وقتی که اینا فهمیدن و تشخیص دادن که این دو نحوه از تفکر، دو نحوه تفکر کاملا متمایز از یکدیگرن، اینها رو یکی نمیتوان کرد، دیگه قرون وسطا با این تشخیص و این تأمل به پایان رسید. راه خودش رو در پیش گرفت، گفت که دین هرچه میخواد بگوید بگوید، ما به راه عقل میرویم و انرژیمون رو مصروف آشتی دادن این دوتا نمی کنیم. کافی بود اونچه که شد. یکی از اون نزاعهایی که در قرون وسطا برخاست همین نزاع بین رئالیسم و نومینالیسم بود. باید به این نامینالیزم، من یه وقتی یه جایی سخنرانی میکردم، در سخنرانی خودم، سخنرانی من در قبرس بود، همین بحث نامینالیزم رو نه از این دید، به یه دلیل دیگری مطرح کرده بودم. بعد در اونجا گفتم که اشعری های ما هم آرائشون خیلی شبیه نامینالیست های اروپایی بود، بلکه میتوان گفت این نامینالیست ها گویا از نوع اشعریگری رو کشف کرده بودن. حالا توضیحی که خواهم گفت خیلی حرفاشون شبیه اوناست. بعد از سخنرانی یک فرد آگاهی آمد پیش من و گفت آخه شما چرا این حرف رو میزنید؟ این چه مقایسه یا قیاس مع الفارقی است؟ ایشان گفت شما میدونید که ما حتی برای نامینالیزم هیچ ترجمه در فارسی نداریم. اصلا چنین نامی تو فرهنگ اسلامی، چنین واژه‌ای و مفهومی وجود نداشت. راست هم میگه. امروز هم در فارسی نامینالیسم رو نامگرایی، اسمیون، از این چیزا میگن، کلماتی که هرگز وجود نداشته در گذشته و یه ترجمه سطحی و ظاهری هم هست، چون نامینالیسم نام دیگه، نامگرایی، اسمگرایی. گفتم بله شما راست میگی، هیچ طایفه‌ای در تاریخ فرهنگ اسلامی خودش رو نامگرا، اسمگرا ننامیده، ما هم چنین تعبیر رو نداریم، اما همه جا هم به نامها نباید نظر کرد، به اعماق کار باید نگاه کرد. همون مشکلی که اشاعر باش روبرو بودن، نامینالیست ها روبرو بودن، از اون مسئله باید آغاز کرد. هر دوتا در فکر حل مسئله یکسانی بودن و اون مسئله بود که اینها رو به جوابهای مشابه هم کشان. حالا در اروپا البته اسم ویژه‌ای به خودشون گرفتن، در میان ما نه دیگه، به همون اشاعره بسنده شد و زیر نام اشاعره همین اندیشه ها و افکار اومد. اشاعره ما هم درست همین مسئله رو داشتن، مسئله قدرت الهی، که دایره قدرت الهی تا کجا گسترده است. آیا ما میتونیم بگیم در یک جاهای خداوند متوقف میشه و اونجا نمیتونه دست تصرف دراز بکنه و محدودیت پیدا میکنه؟ بیشتر بحثای اونا البته در حسن و قوه و در عدالت بود. میگفتن قدرت خدا چنان است که عدالت هم دست او رو نمیبندد، قدرت خداوند چنان است که حسن و قوه اعمال هم دست او رو نمیبندد.
هیچ کسی نیست که به خداوند بگه این کارو نکن، نباید بکنی چون بد است، این کارو نکن و نباید بکنی چون غیر عادلانه است. میگفتن همین که اینو گفتی یعنی قدرت خدا رو محدود کردی. کی باشه که به خداوند بگوید که عقل من میگوید که فلان کار نارواست و خدا نباید بکند، یا فلان کار غیر منصفانه و غیر عادلانه است، خداوند نباید بکند. یا حتی بالاتر از این، اشاعره ما در مقابل معتزله اینا رو میگفتن که اونا میگفتن بعضی کارا بر خدا واجبه، باید بکنه. مثلا میگفتن فرستادن پیامبر بر خدا واجب است، وجوب اصلح. اگر یه کاری اصلح است یعنی به مصلحت آدمیان است و بالاترین مصلحت هم هست، حتما خدا باید این کار رو باید بکنه. یعنی اصلا نه تنها بحث از خوب و بد میکردن، از وجوب بحث میکردن. خب در مقابلش اشاعره ما آمدن گفتن هیچ چیزی بر خدا واجب نیست، هیچ کسی نمیتونه بگه تو باید این کارو بکنی، با که اگه نکردی بد میشود، ناروا و غیر اخلاقی میشود. این کارو باید بکنی چون عادلانه است، چون مصلحت است، اگر نکردی غیر عادلانه است. اونا بیشتر بحثشون در این منطقه ها بود، اما ریشه مشکل یکی بود. ریشه این بود که نمیخواستن قدرت خدا رو محدود بکنن و میگفتن حتی عدالت هم محدود کننده قدرت خداوند است، پس خدا لازم نیست پایبند به عدالت باشه. حتی اخلاق هم محدود کننده قدرت است و خداوند نمیتواند لذا پایبند به اخلاق باشه. اینا این حرفایی بود که بعدن تو نامینالیزم اروپایی هم در اومد، اینن همین رو اونا گفتن. یکی از چیزهای خیلی جالب که در اشعریت ما مطرح شد و به صراحت میگفتن خلف وعده بر خداوند جایز است. خدا وعده کرده که نیکان رو به بهشت ببره، بدان رو به جهنم ببره، ولی روز قیامت میتواند درست خلاف این بکنه و هیچ اشکال اخلاقی نداره، خلاف عدالت هم نیست. البته ممکنم هست نکنه، اما اگر چنین کرد هم بر او ایراد نمیتوان گرفت. این عین عباراتی است که ویلیام آف آکم در نوشته‌های خودش داره، پیامبر نامینالیسم در اروپا، در انگلستان، در آکسفورد در قرن 13 و 14 یا آقایی بود به نام ویلیام آف آکم. معمولا بهش میگن آکم، ولی آکم محل سکونتش بود، ویلیام آکمی. این چند بار تو کتاباش این رو تکرار میکنه، اینکه خداوند به هیچ کس بدهکار نیست. اینکه خداوند به هیچ کس بدهکار نیست تقریبا مشابه اون جمله قرآن است که میگه لا یسأل عما یفعل، هیچ کی نمیدونه خدا رو مورد سوال قرار بده، مورد چون و چرا قرار بده، بگه تو به من بدهکاری، تو به بشریت بدهکاری، چرا فلان کارو نکردی. هیچ همچه چیزی نیست. خدا به احدی بده، بلکه طلبکاره. خداوند میگه آفریدمتون، این همه چیزا به شما دادم، از شما توقعات دارم، انتظارات دارم، امر کردم، نهی کردم، میخوام به این امر و نهی من شما اعتنا کنید، عمل کنید، و نکنیدم حق دارم هر رفتار رو که میدانم با شما بکنم. عین این حرف ها در نامینالیزم اروپا هم پدید آمد. پس ببینید مشکل این بود، ما اگر دنبال عقل بریم که عقل عبارت از فلسفه ارسطویی، فلسفه ارسطویی به ما میگوید یه جاهای دست خداوند بسته میشه، چه در مواجهه با ضروریات و ذاتیات و چه در مسائلی مثل حسن و قوه و عدالت. برای اینکه دست خدا رو باز کنیم باید ضروریات رو همه رو انکار کنیم. این میشود نامینالیزم، یعنی هیچ چیزی در این عالم ضروری نیست، همه چیز ممکن است. ضروری نیست که آتش همه جا بسوزاند، ممکن هم هست نسوزاند. ضروری نیست که آدمی بمیره، ممکنه یه انسانی هم همیشه زنده باشه. ضروری نیست که اشیا به طرف زمین سقوط بکنن، همچی ضرورتی وجود نداره، میتوانن سقوط هم نکنن، وسط هوا معلق بمانن. تمام اونچرا که شما در این عالم میبینید که رخ میدهد، گرچه که با یه نظمی اتفاق میفته، اما این نظم ها همه شکننده است و هیچ ضرورت ذاتی در آنها نیست و میتواند برعکس بشود. لذا لازم این حرف این است که خداوند میتوانست این عالم رو یه جور دیگه بیافرینه، کاملا یه جور دیگه. ببینید اشیا به جای اینکه به طرف زمین بیان از زمین فرار کنن بالا برن،
سیارات به طوری که دور زمین میگرد، دور خورشید میگردن، خورشید دور اونها بگرده. اگه به طرف چپ میگردن، اونها به طرف راست بگردن. اشیا به جای اینکه مثلا وزن مخصوص ثابتی داشته باشن، میتونن همیشه عوض بشه. ما الان یه دسته ثابتات داریم دیگه تو فیزیک و تو شیمی. ثابتات خیلی به درد ما میخوره. شما وقتی که میخواید دو تا ماده رو خالص کنید چیکار میکنید؟ از شیمیستا بپرسید. از روی نقطه ذوب دیگه، بنده یه ماده ای دارم، نمیدونم دو ماده است، سه ماده است، یکیست. وقتی که اینا رو نقطه ذوبشون میگیرم، سر نقطه ذوب اینا از هم جدا میشن. نقطه ذوب ثابت است. وقتی که دیدم دو تا نقطه ذوب اینجا پیدا شد، معلوم میشه دو تا ماده من در این مخلوط دارم. این به شرط اینکه ثابت باشه و این ثابت ضروری باشه. اما اگه نباشه، نه، ممکنه آب یه روز در 10 درجه تبخیر بشه، یه روز تو 50 درجه، یه روز تو 0 درجه. هیچ چیز ضروری ما نداریم. البته عموما این چنین نمی‌شود. این همون چیزیست که اشاعره ما اسمشو چی گذاشتن؟ گذاشتن عادت خدا. گفتن عادت خدا این است که سنگ‌ها همیشه به طرف زمین بیان، یا سنگ‌ها رو همیشه به طرف زمین بفرستن. همین کارا رو خدا میکنه. عادت خدا این است که آبها رو در 100 درجه در کنار دریا در ارتفاع صفر به جوش بیاورند. و چه و چه و چه. همطور که شما میدونید اصلا مفهوم عادت یعنی چیزی که میتواند ترک بشود. اگر چیزی ضروری بود ما دیگه به عادت بهش نمیگیم. مثلا یک کسی عادت کرده سیگار بکشه، یعنی خب بیشتر سیگار میفره، خب یه روز هم ممکنه ترک بکنه. عادت معناش این نیست که دیگه لایتخلف است. اون ضروریاتن که لایتخلفن. اونا میگفتن سنگا عادت کردن به زمین بیفتن. خب گوش میکنید، ممکنه از یه روز ترک عادت کنن و نیفتن. فلان دارو عادت کرده که فلان بیماری رو خوب میکنه، یه روز هم ممکنه ترک عادت بکنه. همین مسائل رو نامینالیست ها مطرح کردن. پس جهان شد یک جهان امکانی نه ضروری. از اینجا یک نتیجه بسیار مهم می گرفتن. من مایلم که به این نکته توجه بکنید. امیدوارم سنگینی این بحث شما رو نیازارد، به نتایجش بیشتر توجه کنید. یک قاعده در فلسفه هست، در فلسفه ما، که متخذ از فلسفه ارسطوییست، فیلسوفان ما هم گفتن. اون قاعده این است که الواحد و لا یستر عنها الا الواحد. از یکی جز یکی بر نمیخیزد. یعنی اگر یک علت دارید، این یه معلول بیشتر نمیتونه داشته باشه. اگر دو تا معلول دارید، علامت این است که دو تا علت در کار بودن. اگر 10 تا دارید، 10 تا علت در کار بودن. یک علت فقط میتونه یک معلول داشته باشه. به لحاظ فلسفی درست هم هست دیگه. منتها ببینید در این عالم خارج که ما میبینیم که به اصطلاح یه انسان 1000 تا کار میکنه، برای اینکه اولا ما یه چیز نیستیم. بعد اسمشه که من یه نفرم. من یه نفر نیستم که، میلیاردها سلول هم. این میلیاردها سلول میلیاردها کار میتونه بکنه. و اون تازه میلیاردها سلول میلیاردها مولکول در اونها هست. ما اسممونه یکی هستیم. هر چیزی رو تو این عالم ماده روش انگشت بذارید، شما اصلا یک ندارید، موجود بسیط ندارید. لذا این راهزنیتون نکنه. اما با ادله قطعی فلسفی میشه نشون داد که الواحد و لا یستر منه الا الواحد، از یکی جز یکی بر نمیخیزد. خب اینو کجا به کار می بردن؟ اونجایی که شما یکی واقعی دارید خداوند است. از خدا که بیاد پایین دیگه ما هیچ موجودی نداریم که واقعا و از همه جهت یکی باشه، یعنی بسیط باشه، سیمپلیسیتی مطلق داشته باشه. هر موجود غیر خدا مرکبه. در مورد خداوند است که سیمپله، یعنی یکیست به معنای واقعی. یکی عددی نه، با یکی ذاتی، یعنی بساطت ذاتی. می گفتن خب خدا یک معلول بیشتر نمیتونه داشته باشه، چون یکیست، یک عالم بیشتر نمیتونه بیافرینه. این نتیجه حرف بود. خدا یک جهان بیشتر نمیتونه بیافرینه، اونم همین جهانیست که آفریده. تمام شد و رفت. یعنی خدا کاراشو کرده، تمام شد و به قول معروف آرداشو بیخته، قربالش هم چی؟ آویخته. تمام شد دیگه. یه عالم بیشتر نمیتونست خلق کنه، اونم خلق کرد، نشست سر جاش.
ما یک عارفی داریم در تاریخ خودمون به نام سهروردی، ولی این سهروردی اون سهروردی نیست، از همون سهرورده. ما دستکم سه تا سهروردی داریم که مشهورن. یکیش یحیای سهروردی، شهاب الدین یحیی، که سهروردی مشهور است و صاحب کتاب عقل سرخ و صاحب حکمت الاشراق و که خب حکیم درجه اولی است. یک سهروردی دیگه داریم ابو حفص، که تقریبا یک قرن بعد از سهروردی اول است و همزمان با سعدی است و همان کسی است که گویا سعدی گفته که مرا شیخ دانای مرشد شهاب دو اندست فرمود بر روی آبی، که اون که در جمع بدبین مباش، دیگر اون که در نفس خودبین مباش. این مرشد شهاب مرشد است، یعنی از مشایخ صوفیه بوده، خانقاه بزرگی در بغداد داشته و احتمالاً با سعدی هم مراودات و رفت آمدهایی داشته. و یک سهروردی سومی داریم به نام ابو نجیب، که او خیلی مشهور نیست. یک کتاب خیلی عجیب و غریبی دارد این آقای ابو نجیب به نام رشف ال... ببخشید فضائه الیونانیه، رشف النصائح الایمانیه فی کشف الفضائه الیونانیه. اونم اسم خیلی قلمی، نصایح ایمانی برای افشا کردن رسوایی های یونانی. نصایح ایمانی، رشف النصائح الایمانیه فی کشف الفضائه الیونانیه. ما میخوایم با یک رشته نصایح ایمانی فضیحت های فلسفه یونان رو افشا کنیم و به مؤمنان نشان بدیم. اون مهمترین فضیحت، من کتاب رو خوندم، اون مهمترین فضیحتی که ایشون در این کتاب نشون داده همین است که از یکی جز یکی بر نمیخیزد. میگه این کفرترین کفر است که میتواند گفته شود. دست خدا رو اینا دارن میبندن. درست همین حرف. خدا یک کار بیشتر نمیتونه بکنه، یک معلول بیشتر نمیتونه داشته باشه، و این یک معلول و یک مخلوق رو هم که آفریده هیچ کار دیگه هم ازش بر نمیاد. از یکی جز یکی بر نمیخیزد. الواحد و لا یستر و بنهو الالواحد. میگه این از اون افکار مفتزه یونانیست که وارد عالم اسلام شده. متکلمان و حکیمان اسلامی هم به او گردن نهادن، دست خدا رو بستن، قدرت خدا رو محدود کردن. و آقای ابو نجیب سهروردی نشسته است و کتاب نوشته است برای افشا کردن این راز و این اندیشه فاسد، و مؤمنان رو نصیحت کرده است که زیر بار این سخن مفتزه و رسوا و فاسد و کفرآلود نروند. این در قرن 14 ماست که این اتفاق، در قرن 7 ما که قرن 13 میلاد است اتفاقا، و این از اتفاقات نادر است. من وقتی که تاریخ اروپا و تاریخ فلسفه اروپا رو سالها پیش میخوندم به این نکته توجه کردم. درست در همین قرن است که در پاریس اسقف پاریس یک بیانیه به در کلیسای جامع پاریس آویزون میکنه و در اونجا درست همین رو می نویسه. میگه اونایی که این حرف رو می زنن کافرن. همین الواحد و لایست رو انهای الواحد رو اونجا میاره و میگه این مخالف با دیانت مسیح هست، مخالف با قدرت الهی است و این سخن یونانیان است و این رو باید جمعش کرد. به قرن 20 می رسیم. یک فیلسوف علم خیلی مشهور به نام آقای پیر دوهم، از فیلسوفان مهم، البته ترمودینامیسیست بود، فیلسوف علم هم هست. ایشون یک کتاب، چند تا کتاب مهم داره در فلسفه علم. در نوشته های او این هست، میگه وقتی که این اسقف این بیانیه رو به در کلیسای جامع پاریس چسباند، علم جدید پا گرفت. علم نمیتوانست آغاز شود مگر اینکه آدمیان بتوانند تصور کنند که جهان دیگری هم میشه پدید آورد غیر از این جهانی که الان موجود هست، و بروند و خودشون اون جهان دیگر رو پدید بیاورند، درک دیگری از واقعیات این جهان پیدا کنند و خودشون رو اسیر ضرورتهایی که میپندارند بر این جهان حاکم است نکنند. اینکه میشه چند جور جهان داشته باشیم خیلی حرف مهمی است. حکیمان ما تا همین اواخر، مرحوم حکیم سبزواری در اون کتاب اسرار الحکمشون که از خدا به فارسی هم نوشتن،
به صراحت میگه یک عالم بیشتر نمیتوان داشت. شما هیچ وقت تصور کردید یعنی فکر کردید این کلمه یونیورس یعنی چی؟ یونیورس یعنی یک عالم. مالتیورس نمیگن. این تصور و تفکر جدید است که میگه مالتیورس ممکن است، ولی گذشتگان یونیورس یک جهان بیشتر ممکن نیست، چون از خداوند چی؟ از خالق واحد مخلوق واحد هم سر میزنه، یک مخلوق بیشتر سر نمیزنه و خدا دوتا عالم نمیتونه بیافرینه. تمام اونچه که آفریده یه عالم است و همین یک عالم و بس، گویی که قدرت خدا تمام شد یا امکان نداره که عالم دیگری بیافرینه. این اندیشه به اصطلاح کفرآلود، این همون چیزی بود که نومینالیست ها کنارش گذاشتن. یعنی ابتدا سخنشون به ذائقه کلیسا خوب میمن، گفتن نه دست خدا بازه، هزار تا عالم بیافرینه، هر کاری دلش میخواد بکنه، هیچ کسی نیست که او رو به سوال بگیره، هیچ کسی نیست که بگه اینجا نمیتونی بری چون ماهیات جلوت رو میگیرن، خبران نیست. ابتدا بسیار عالی بود، یک خدای قدر قدرتی، یعنی واقعا خدا، همون خدایی که در تصورهای عامیانه میاد که از هر حیث دستش گشاده است، هیچ چیزی جلوش رو نمیگیره، نه قانون علیت، نه قوانین طبیعت، نه قوانین اخلاق، نه عدالت، هیچ چی جلوش رو نمیگیره، همه اینا رو میتونه لوله کنه و جلو بره، نظمهای طبیعی و قانونی علمی رو زیر پا بگذاره، قوانین فلسفی و مفاهیمی که یعنی اصولی که بر پایه علیت بنا شده، ضرورت‌های ذاتی و منطقی و لوازم ماهیات و قواعد اخلاقی، همه رو میتونه زیر پا بگذاره. نه اینکه این قواعد وجود دارن و زیر پا میگذاره، اصلا وجود ندارن، هیچ ضرورتی در این عالم وجود ندارد، همه چیز امکانی است. ما نداریم اصلا دو امری که به یکدیگر به طور ضروری بسته شده باشد، همچه چیزی نداریم مطابق نامینالیزم، هیچ چیزی با هیچ چیز دیگه رابطه ضروری نداره، همه چیز رابطه امکانی دارن. اصلا رابطه ضروری نیست که خدا زیر پا بگذاره که خدا اونها رو بگسلد. اینجوری نیست که وقتی که آتش ابراهیم رو نسوزون، آتش خاصیت خودش رو زیر پا گذاشت. اصلا آتش چرا خاصیت ذاتی نداره که همه کس رو بسوزونه؟ نیست همچه چیزی. اگر اینا قدری درکش برای شما مشکله یا بگم تصدیقش، به خاطر اینکه خب ما ذهنمون گاهی در این طرف مرز حرکت میکنه، گاهی در اون طرف مرز، ولی اینا هم به شما بگم علوم جدید اینا تقریبا همه نامینالیستی هن. یعنی قوانین علمی امروزه از دیدگاه فیلسوفان علم هیچ کدوم حاکی از ضرورت در طبیعت نیستن، همشون حاکی از نظمند. من حتی یک دور فیلسوف علم نمیشناسم که قائل باشه به اینکه قوانین علمی حکایت از ضرورات و ذاتیات اشیا میکنن. این مال گذشتگان بود، این مال وقتی بودش که هنوز رئالیست بودند، این مال قرون وسطا بود که فیلسوفان همطور مثل نقل آلابات میگفتن ذات این شی چنین اقتضا میکنه، ذات اون شی چنان اقتضا میکنه. در حال حاضر هیچ کی نمیگه ذات رادیوم اقتضا میکند که مثلا فرض کنید که تشعشعاتش نیمه عمر فلان مقدار داشته باشه، اصلا کلمه ذات وجود نداره، میگن فعلا این چنین است، ما چنین نظمی رو میبینیم. هیچ کسی نمیگه ذات آب اقتضا میکند که مثلا سنگ اگر در او افتاد حتما فرو بره یا از وزنش کم بشه، یعنی فعلا هیچ چنین نظمی برقراره، می توانست عالم دیگری باشه با نظم دیگری، این یادتون باشه، می توانست عالم دیگری به وجود بیاد با نظم دیگری و با قواعد دیگری که اونها هم یک عالم ممکن بودن. اتفاقا یکی از چیزهای خیلی جالبی که در منطق جدید پیش اومده، چون گذشتگان ما یعنی نه ما باشه اروپایی ها، تا همین چند دهه اخیر اینا ضرورت رو بیرون کردن از عالم طبیعت، اما توی منطق و ریاضیات نگهش داشتن، گفتن توی ریاضیات ما ضرورت داریم، در منطق هم ضرورت داریم، اما تو عالم طبیعت دیگه نداریم. امروزه تقریبا از منطق هم این رو بیرون کردن و این فوق العاده است.
یعنی در منطق وقتی که میخواد میگن یک چیزی ضروری است، نمیگن ضروری است، میگن در همه جهانهای ممکن این چنین است. یعنی ضرورت رو هم از روی امکان تعریف میکنن. یه مفهوم هست به نام امکان. وقتی که میخوان بگن فلان چیز همیشه اینطوری است، کلمه ضرورت رو میان، میگن در همه جهانهای ممکن این چنین است. اما در همه جهانهای ممکن، ممکن است آتش نسوزاند، در بعضی از جهانهای ممکن بسوزاند، در بعضی از جهانها نسوزاند و هلم مجره. خب نومینالیزم اومد و خدای بی قدرت رو نجات داد و دست او رو در خلقت باز کرد، همه بندها رو، پابندها و دست بندها رو از دست و پای او گشود، قدرت واقعا مطلقه به او بخشید، ابسولوت پاور. چون خدای فیلسوفان قدرت مطلقه نداشت، فراموش نکنید، به ماهیات که میرسید متوقف میشد، به عدالت که میرسید متوقف میشد، قدرت مطلقه مطلقه به خداوند بخشید. و این خدا با همه خوبیایی که کسب کرد، یک اشکال درش پیدا شد، اشکالی که اشاعره ما هم پیدا کردن، اشکالی که تو کار غزالی هم شد، این خدا آن پردیکتبل شد، چون هیچ قاعده‌ای در کار اون نیست، پیش بینی پذیرن نیست، یعنی نمیشه فهمید فردا چه کار خواهد کرد، نمیتوان دانست که پس فردا جهان چگونه خواهد، من چگونه خواهم، من اگر یک بنده مطیع باشم آینده من چگونه خواهد، اگر خدا تا امروز از من راضیه فردا چجوری خواهد، قولایی که داده به این قولا چگونه عمل خواهد کرد، ادامه کار این جهان، ادامه قوانین این جهان، اگر تا امروز این قوانینی که کمک میکنن این ساختمان سر پا باشه، آیا فردا هم برقرار میمونه یا برقرار نمونه. یک آنپردیکتبیلیتی، پیش بینی ناپذیری عظیم، نه فقط در طبیعت و جهان ماده، بلکه در کل رفتار الهی پدید آمد. در مقابل این آدمیان یک عکس العمل، یعنی به قول مارکس، ببخشید کانت، جمله خوب داره، میگه خدا ماکسیمالیست شد. بذارید اینجوری بگیم، در اواخر قرون وسطا نومینالیزم که آمد و قرون وسطا رو به پایان رسوند، در واقع دو چیز اونجا سایش رو بر اروپا گسترده بود، یکی یک خدای ماکسیمالیست، یعنی خدای حد اکثری، خدای با قدرت مطلقه، دومی یک دین ماکسیمالیست، دینی که همه چیز رو فرا می‌گرفت. این دین ماکسیمالیست عکس العملی که در مقابل شد همون بود که ما قبلا بحث کردیم به نام سکولاریزم، یعنی شؤون مختلف بشری، شؤون علمی، هنری و غیره، اینا خودشون رو از زیر سایه دین بیرون کشیدن و به اصطلاح سکولار شدن. در مقابل خداوند هم همین عکس العمل رخ داد و آدمیان خودشون رو اسرت کردن، یعنی زیر دست و پای یک چنین خدای مطلقی داشتن له می‌شدن، خودشون رو بالا کشیدن و چیزی پدید آمد به نام هیومانیزم یا اومانیزم. هیومانیزم یعنی وقتی که آدمیان بنا رو بر این نهادن که زیر بار این خدا با این قدرت بی‌بندوبار مطلق قانون شکن، از زیر بار او خودشون رو بیرون بیاورند، انسان اصالت مجدد در مقابل خداوند پدید به دست آورد. این رو من میگذارم که نوبت آتی تحت عنوان هیومانیزم برای شما بحث کنم که چگونه چیزی به نام اصالت انسان یا اومانیزم به فرانسه یا هیومانیزم به انگلیسی، این در اروپا پا گرفت و یکی از ارکان مدرنیته شد. در باب نومینالیزم هم هنوز نکات دیگری هست، مخصوصا وقتی که نوبتش به علم میرسه، چون علم هم خیلی مدیون نومینالیزم است. علم دیگه دنبال کشف ماهیات نیست، علم دیگه دنبال کشف ضروریات نیست، علم دنبال کشف نظم‌های ممکن در طبیعت است. این خیلی رولوشن بوده در عالم. فقط کسی این رو خوب درک میکنه که تاریخ علم خوب بدونه، قرون وسطا رو خوب بدونه، علت ناکامی پاره از محققان رو بدونه. من یه جایی راجع به ابن خلدون صحبت میکردم، همین تمام حرف بودن، ابن خلدون هیچ کم نداشت که محقق درجه اول، فقط اندیشه های ارسطویی دست و پاشو بسته بود و نتونست جامعه شناسی به معنای مدرن کلمه رو پدید بیاره، ولی به لحاظ قدرت تفکر حرف نداشت،
یک متفکر درجه اول بود. اینکه ما از کشف ذاتیات اشیا بگذریم که خب به نظر خیلی ادعای بلند پروازانه میاد و خودمون رو قانع کنیم به استقراء و به کشف نظم‌های ممکن در طبیعت، نه نظم‌های ضروری که وجود ندارن، این یک انقلاب بزرگ بود که رخ داد و اونگاه علم هم راهش باز شد، به قراری که انشالله بعداً با هم درباره او سخن خواهیم گفت. فعلا متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوند شما رو گرفتار اون خداوندی که قدرت مطلق داره نکنه، که خیلی خدای بیرحم است. بله، ما دعا هم باید با همون خدا بکنیم باز. گفت هم در تو گریزم هر گریزم. بله، اگه سوالی است من خودم یه سوال دارم. این که گفتیم نامینالیسم، فرض کنیم مثلا همین آتشی که مثال زدیم، خب فرض کنیم بگیم سوزندگی آتش ذاتی نیست، حالا یه آتشی باشه که نسوزونده، بعد بگیم رنگش هم مثلا ضروریش نیست، بگم این که از اکسیداسیونی هم به وجود بیاد اونم ضروری نیست، پس تا کجا به یه چیزی رسن میگیم آتش؟ یعنی از یه حد دیگری دیگه اصلا اسم آتش دیگه روش نمیشه بوداش. بله، تا همون جایی یه بحث لینگویستیکس هم اینجا در واقع مطرح در جان همینطوره. یعنی نامینالیزم چند سطح داره، ولی مثلا ببینید ویتگنشتاین رو بهش گفتن که نامینالیست، درست هم هست، برای اینکه میگفت که آتش نه همینی که مردم بهش میگن آتش، نه اینکه آتش یعنی چیزی که ذاتش آتش باشه، و ما از یه جایی به بعد به چیزایی نمیگیم آتش دیگه، تموم شد رفت. واقعش هم همینه. الان شما بپرسید که آدم کیه، انسان کیه، اصلا چه کسی ذات آدم رو تعریف کرده؟ همچه تعریفی وجود نداره. همچی تعریفی که ذات آدمی چیست، تعریف واقعی انسان چیست، وجود نداره. حالا یه پیشنهادهایی شد، اونی گفته حیوان ناطقه، اونی که گفته چی، اینا که همه فرضیاتیست که هم دیگه، که گفته حیوان ابزارسازه، که گفته حیوان ناطقه، که گفته حیوان خندانه، اونی که چند تا حیوان چیزهای مختلف، بله حیوان دروغگوه، چون بله دیگه حیوانات دیگه دروغ نمیگن. حالا کدوم اینا ذات آدمه؟ اولا ما تعریفی از ذات نداریم، به همین دلیل هم حقیقتاً وقتی که میگیم انسان، یعنی در جهان جدیدی منظورمون انسان هاست. انسان ها هم یعنی همین افرادی که با همین مشابهت ها رو دارن، این مشابهت های ظاهری. شما میتونید مشابهت ها رو تا یک اعماقی هم پیش ببرید، یعنی فقط به مشابهت ظاهری دوتا چشم و دوتا ابرو اینا نگاه نکنید، برید پایین‌تر تا مشابهت هایی که مثلا بین ژن ها هست، توجه کردید؟ ولی همچنان مشابهته، چیزی بیشتر از این نیست. ما هیچ وقت به ذات چیزی نمیرسیم، مطابق نظر نامینالیستا، که فکر میکنم نظر بدی هم نیست. دست کم ما در عالم علم میتونیم نامینالیست باشیم، حالا در عالم فلسفه و اونا یک جای دیگریست، یعنی حکایت دیگریست و باید جوری دیگه بحث کرد. ولی در مورد طبیعت و عالم ماده واقعا ما قدرت پرده برداری از روابط ضروری رو نداریم. حتی اگر روابط ذاتی و ضروری هم وجود داشته باشن، ما امکان و قدرت پرده برداری از اونها رو نداریم. لذا ما همیشه باید چنین فرض کنیم که ما نظمهای ممکن رو شناسایی میکنیم و به بیش از اون اصلا دورمون نمیرسه. شما به من یه روش نشون بدید در عالم علم، هر جا که دلتون میخواد، که این مدعی بشود که میتواند روابط ضروری بین اشیا رو به ما بشناساند. هم چیز وجود نداره، روش علمی اصلا این نیست. اینی هم که من دیدم خیلی اشتباهات ظاهری کوچکی میکنن اما مبتنی بر یه اشتباهات عمیقه. میگن علم یعنی روابط بین اشیا رو نشان میدهد، روابط یا خواص اشیا رو بیان میکنه، اینطوری نیست. علم جدید فقط نظم میان اشیا رو برقرار جستجو میکنه. این نظم هیچ ضرورتی نداره که خاصیت ذاتی چیزی باشه، نمیدونم حکم ماهوی چیزی باشه، هیچ کدوم اینا نیست. اون ذهنیت فلسفی ادعی است که روی این قوانین میاندازن و اونها رو این چنین میخوانند و میشمارند.
طرف میخوام در مورد این ماهیت که شما فرمودین، حالا که این مثلاً سوالم شبیه ایشون هست، جایتونید در مورد رابطه خداوند با جهان که صحبت میکردیم که خداوند خلق میکنه و ماهیت رو به اشیا نمیده، این شی مثلا زردالو خلق میکنه، یه ماهیتش رو جداگانه نمیده. خب اگر ما به این نامینالیز اعتقاد داشته باشیم و بگیم که اشیا ضرورتاً ماهیت از خودشون ندارن، وقت همین در واقع زردالو چه ماهیتی رو داره که، یا حتی همون چیزای ریاضی که گفتیم که مثلا دایره، یعنی که شاخه‌های یه چیزی که شاخه‌های مساوی، خداوند نمیتونه دایره‌ای بیافرینه که شاخه‌هاش مساوی نباشه. پس اینا یه ماهیتی رو برای خودشون به ضروره دارن. یه جا البته گفتیم تو منطق و ریاضی رو چیزی که منطق رو کنار زدن، لابد الان میخوام بگیم که تو ریاضی مثلا این ماهیت، این ضروریات هست. آره بله، اونجا رو اونا دکارت مخصوصا آمد و پس از این نامینالیستا او گفت نه، در ریاضیات ما نمیتونیم منکر ضروریات بشیم، ولی بیرون از اون هرچی دلتون میخواد بگید. بله، رضا ریاضی و منطق رو فعلا از دایره نامینالیزم بیرون بردن، چون انصافا در اونجا خیلی مشکله. البته این پوزیتیویست ها اینطوری نیستن، این حالا بحث خیلی به درازا میکشه، اینا معتقدن ریاضیات هم تجربیه و بنابراین در اونجا هم ما هیچ ذاتیاتی نداریم، اما فعلا حالا به اونا کار نداریم. اما در غیر ریاضیات و هندسه، چون هندسه هم حقیقتش ریاضی نیست، ضروری نیست. ببینید هندسه نباید رو با ریاضیات مقایسش کرد، یعنی مثل جمع و تفریق نیست، هندسه فیزیکه، فیزیک این جهانه و ما یعنی پیشینی نیست، این چنین نیست که از عقل خودمون رو استخراج کرده باشیم، برخلاف اعداد یعنی کمیات منفصل. در اگر شما تئوری نسبیت اینشتین رو قبول داشته باشید، هندسه جهان دیگه اونطوری نیست، اون هندسه اقلیدوسی مبتنی است بر یک بینش پری آینشتاینیان شبیه نیوتونی که جهان رو مسطح میدونه. و ولی اگر ما استادی داشتیم که به ما نسبیت اینشتین درس میداد، اصلا از فیزیک شروع نکرد، از هندسه شروع کرد، گفت شما هندسه عالم رو غیر اقلیدوسی بدونید، وقت من به شما میگم فیزیکش میشه اینشتین. خیلی حرف مهمی است، یعنی اصلا اینچنین نیست که یعنی هندسه علم تجربیه. خلاصش اگر شما فیزیک نیوتنی رو بپذیرید، هندسه‌اش اقلیدوسیه. اگر فیزیک آینشتین رو بپذیرید، یعنی اون فیزیک تو جهان اقلیدوسی کار نمیکنه، مگر با یه تقریب خوبی به اصطلاح. لذا میخوام میگم هندسه و اینو اصلا حکمش جداست. به همین دلیل بله، مثلثای پیدا میشه که مجموع ضربشون 180 هم نباشن. این فقط تو هندسه اقلیدوسی اینطوریه، تو هندسه غیر اقلیدوسی اینطوری نیست، چون اینا انحناء پیدا میکنن و خیلی چیزای دیگه. حالا ببینید، اما این که میگید که اشیا پچی میشن، هیچی نمیشن، شما هنوز با همون ذهنیت ذاتگرا دارید فکر میکنید. خب من از شما میپرسم که اتفاقا ذات یک شی چیه که دقیقا ما اگر اون رو از یه چیزی سلب بکنیم دیگه اون نمیمونه؟ هیچی نیست. یه قصه خیلی خوب، یعنی بیان خوبی داره هیوم در این زمینه ها، میگه که حالا اینجوری مثال بزنیم، فکر کنم رو جارو میگه یه چیزی مثل آفتابه میگه، نمیدونم خلاصش حالا هرچی، که شما تا کجا میگید یه جاروی جاروه؟ جاروهای قدیمی رو در نظر بگیرید که جاروی بود و به دستشون چندین رشته چی بود؟ چوب سخت بود که در پایش بود، دونه دونه این چوبا اگر بیفته از پای این جارو، کجاست که میگید دیگه جارو نیست؟ این تا حتی یه دونه از این رشته ها هم که بمونه هنوز جاروه. یعنی ما اصلا نمیدونیم ذاتی جارو چیه و بنابراین وقتی که جارو نبود دیگه میگیم جارویی نیست. حالا شما نگاه کنید در مورد آدمی که شما مثال زدید، تو این سوال رو شما از خودتون باید بپرسید. خب اگه انسانی قدش 2 متر بود بازم انسانه، قدرش 1.5 متر بود بازم انسانه. خب اینجوری به نظر میاد که قد دخالتی تو انسانیت نداره، چون با تغییر قد همچنان آدمی آدمی میمانه. رنگ چی؟ اگه رنگش سفید بود، سیاه بود، چی بود؟ بازم انسانه. پس مثل که رنگ هم دخالتی نداره.
حالا هی بریم جلوتر دیگه، مثلا فرض کنید گروه خون، خب یه گروه خون واحدی ندارن آدم ها. فرض کنیم وزن، یه آدمی چاق بود یه آدمی لاغر بود، اینم تو آدمیتش دخالت نداره. چه چیزی رو ما از آدم بگیریم دیگه آدمی نیست؟ ما هرچی جلو میریم همه اینا میتونه قابل سلب باشه. هیچ چیز خاصی وجود نداره در آدمی که ما بگیم این یکی رو نگه داریم بقیه همه رو دور بریزید تا آدمی آدمی باقی بماند. ما به این کلیت میگیم انسان. من دارم سخن نامینالیستا رو میگم، کل این چیزا که شبیه، یعنی حیوانات دیگه در بعضی از چیزا با ما شبیه هم در بعضی چیزا نیستن. مجموعه اوصاف و عوارضی که ما داریم این میشه انسان. مجموعه اوصاف و عوارضی هم که مثلا در یه اسب میبینید میشه اسب، در یه کبوتر میبینید میشه کبوتر و هاکذا و هاکذا. اونا میگفتن هیچ ما دلیلی نداره که قائل به یه ذات لایتغیری در میان اینا. آخه ببینید اگه شما قائل به ذات شدید یعنی همه چیز تغییر میکنه الا ذات که هیچ تغییر نمیکنه. معنی ذات اینه دیگه، دست کم یکی از اقتضاعات یک ذات ثابت اینه که اون دیگه تغییر نمیکنه. قد آدم ها عوض میشه، وزنشون عوض میشه، رنگشون عوض میشه، نمیدونم کلسترول خونشون عوض میشه، همه اینا، اما یه چیزی هست که اون عوض نمیشه و اون انسانیت. شما من میگید اون چیه؟ اون همین مجموعه ایناست. یه چیز دیگری نیستش که پشت سر اینا باشه، آن تاپ آف ذات باشه. همه اینا قابل تغییره و تو هر موجود دیگری هم همینطوره. اونا میگفتن لذا یه چیزی به نام انسانیت که حلول کرده باشه در وجود ما که به اعتبار اون به ما بگوین انسان، میگفتن نه. ما یه دست میلیاردها موجود مشابه یکدیگریم، اسم خودمون رو گذاشتیم انسان. و بعد شما ببینید یه چیزایی پدید میاد که دیگه ما نمیدونیم اینا انسانن غیر انسانن. موجودات واسط خیلی زیاده دیگه، موجوداتی که ما نمیدونیم اینا گیاهن انسانن جمادن. خب در ویروس ها همین بحث ها هست دیگه که اینا واقعا جزء حیواناتن جزء گیاهانن، چجور موجود چجوری کاتگورایزشون بکنیم. این کاتگورایزیشن ها هم خیلی دشوار میشه در اموری که خیلی واضح و بدیهی هن. آره ما تقسیم بندی میکنیم، از یه جایی به بعد هم مشکله برامون این تقسیم بندی ها. اتفاقا قصه طبقه بندی در همین نامینالیزم و رئالیزم مدخلیت تام داره، یعنی که اونجا چگونه با ما بر اساس ذات اشیا رو طبقه بندی میکنیم یا بر اساس ظواهرشون. شما چجوری مثلا بیمارانتون رو چجوری طبقه بندی میکنید؟ ذاتشون رو مثلا میشناسید میبینید؟ ذات چیه؟ کجا؟ ذات کسی گیرمون نمیاد. میگید یه دسته اینجوری هم من که این سیمتوم ها رو دارن، یه دسته هم اونجوری هم اون سیمتوم ها رو دارن. اینا همش هم ذات اینجا کسی نمیگه، هیچ کسی از ذات سخن نمیگه در علم امروزه. ولی نه میخوام ببینم خودتون به این اعتقاد دارین؟ شما به من کار نداشتید. شما قرون وسطا گذشت. من که گفتم خدا انشالله گیر خدای قدرت مطلق نیفتید. بله نه من مجبورم رأی نامینالیستاری که بیان میکنم با فول فورس بیان کنم، چون ببین آدم های کوته فکر نبودن، آدم های ابلهی نبودن، یه دردی داشتن، به یه مشکلاتی خورده بودن، مشکلاتی که فکر نکنید امروز حل شده، همچنان باقی مانده. منتها یه فازی، یه دوره از دوره تفکر غربی است دسته کن که بعد با یه حیله های خواست، حالا توانست و نمیدونم، خواست خودش رو بیرون بکشه از اون فاز و علی ای حال اون مسئله رو پشت سر گذاشت. شناختن دوران جدید متوقف هست بر این که ما این عبور رو خوب بفهمیم که اینا با چه مشکلی مواجه بودن، چگونه کوشیدن این مشکل رو حل بکنن. حالا آیا واقعا خیال میکنن که حل کردن یا حقیقتا حل کردن دیگه it's anybody's guess، یعنی داوری شما و داوری من ممکنه فرق بکنه، ولی مهم این است که حضور خداوند در جهان و در طبیعت مسئله، یعنی ام المسائل شده بود. که حالا بعدن هم میگیم این خدای قدرت مطلقه همون خداییست که جبرم میاره دیگه. یعنی شما وقتی که گفتید خدا قدرت مطلقه، اختیار آدمی ذره محدودیت برای او وجود نمیاره.
و سوال این بود که بس آدمیان چه کارن. اینم مسئله بعدی بود. حالا من این حالا ایشالله مطرح خواهم کرد. منم یه مقدار فکر میکنم باید که الان نمیدون شبیه سوالم فکر میکنم دست آخر شما فهمید که یعنی نامینالیستی رو تایید کرده چون گفتین انسان از انسان منظور انسان هاست نه ماهیت انسان بود این ولی نه من اینجا تأیید هیچ کدوم در نظر نداشتم. من فقط معنی میکردم میگفتم انسان یعنی انسان ها در نامینالیزم. علم هم گفتم بله امروز نامینالیستیه. ممکنه من و شما اینو توضیح بیشتر ایشالله خواهم داد. علم تقریبا نمیتونه نامینالیستی نباشه. نامینالیزم واقعا در رو به روی علم جدید و روش علمی گشود. بزرگان علم جدید مثل فرانسیس بیکن، مثل حتی دکارت، اینا نامینالیست بودن. یعنی خیلی مهمه این مطلب. حالا تحت این نام معمولا اونها رو به ما نمیشناسانن، اما شما تو اعماق فکرشون برید بعضیشون به صراحت میگفتن، بعضی هم سخنانشون کاملا حکایت از این میکنه. بعضی از این چیزا که من میگم اون چیزیست که رخ داده در تاریخ غرب رخ داده و حقیقتا هم داوری کردن در اینجا خیلی مشکله. واقعا اینا دو تا نهله فکری هر دو قوی هستن و هر کدوم نقاط قوتی در نقاط ضعفی دارن. من سوالم این بود که اگر اشتباه نکنم جلسه پیش فرمودید که در یکی از دلایلی که برای توجیه وجود اشرار اشرار با آدمای شر میگن، شرور عمه همه چیز شر، بله شرور عنوان کردین، همین در واقع ماهیت ماده است که ماده ضرورت هایی داره که یکیش هم اشرار و کاریش نمیشه کرد. این با دید نامینالیستی تضاد داره. بله دیگه نامینالیست ها همه اینا رو گردن خدا میذارن و یه همون شد دیگه، همون خدایی که خیلی ترسناک هم میشه، مثلا ارادهش بده. اینجوری نیستش که ببینید توی دایلماست دیگه اینجا. ببینید شما به اصطلاح چی میگن قیاس زهده، این هر طرفشو بگیرید مشکل دارید. اگر میخواید مسئله شر را حل کنید و بگید که ماده قصوری داره، قصور ذاتی داره، این عین تعبیریست که حکیمان ما هم به کار میبرن و خدا هم نمیتونه کاری بکنه، لذا این شر از دست خدا در رفته، این کارش نمیتونه بکنه، شر لازمه ی ذات ماده است. خب به ظاهر مسئله شر رو شما جواب دادید، دامن خدا رو پیراستید به هزینه چی؟ قوت خدا. یعنی گفتید چون قدرتش کمه لذا مرتکب شرور نشده. اما از اون ور کسی دیگه میاد میگه این چه حرفی شما میزنین، کفر قدرت خدا چرا کم باشه؟ به چه حق داری شما که بگی خدا این کارو میتونه بکنه، این کارو نمیتونه بکنه، همه کار میتونه بکنه. خب اگه اینه وقتی شما میگی خیلی خب پس خدا میتونه ماده بیافرینه که مستلزم این شرور نباشه، چرا این کار کرده؟ خودش پس پشت سر همه این شروره، مستقیمن هم پشت سر این شروره. چون ببینید نامینالیستا خدا رو با اراده تعریف میکردن نه با علم. مثلا خداوند این اراده مطلق، تعریف مهمشون از خداوند این بود، فعال مایشا یحکم و مایورید، اونی که در خدا غلبه دارد اراده است. به همین دلیل هم اینا رو ولونتاریست میگفتن توی الهیات، کسانی که اراده گرا بودن. میگفتن علم خدا، عدل، هیچ چیز خدا جلو ارادهشو نمیتونه بگیره. اراده در اونجا خداوند یه گله اراده است، اراده مطلقه. خب شما خدا رو آزاد کردید و گفتید که هیچ مانعی در مقابلش نیست. خب حالا بیا جواب شروع رو بدید، پس چرا مرتکب این شرور میشه؟ حد اکثر جوابشون بود میگفتن ما به عالم ربوبی راه نداریم، ما نمیدونیم چرا این کارا رو میکنه، همین، ولی خودش این کارا رو میکنه، از ضعفش هم نیست، از بیقدرتیش هم نیست، پشت سر تک تک این شرورم هست، اگرم نخواد نمیشه، حالا که شده چون میخواد. اما چرا؟ چرا شما هم نمیدونیم. و به صراحت میگفتن عقل ما، اصلا بحث این است که عقل رو حاکم بر افعال الهی نباید کرد، همه سخن این بود که این عقل ضعیف ما، این عقل گنجک صفت ما راجع به اون شاهین داوری نمیتونه بکنه، باید کنار بیستیم دیگه. خلاص حرفش.
دکتر یه سوال کلی دارم. شما در واقع این مباحثی که مطرح میکنید هر کدوم از این موضوعاتی که در واقع تاکید میکنید که یه سری در واقع دستورهای علم رو باز کرد، دستورهای تفکر جدید رو خلاصه باز کرد و تونست در واقع باعث پیشرفت فکری انسان ها بشه، خیلی موقع این مشابهش هم توی دنیای اسلام میگیم. مثلا امروز اشعریون با این نامینالیست ها گفتیم یا قبلا معتزله رو به یه چیز دیگه گفتیم. میخوام ببینم آیا متصور بود که اگر این اتفاقات تو دنیای غرب تو بین غربیان نمی افتاد و این مسیر رو می آیا از اون طرف تو اسلام آیا متصور بود یا یه قیودی هستش که دست و پای در واقع تفکر اسلامی رو بسته که اصلا نمیتونستن توی مسیر در واقع پیشرفت فکری حالا اونجوری که الان دنیای مدرن هست بیفتن؟ خیلی ممنون، خیلی خیلی ممنون، بسیار سوال نیکوست. این از چیزی است که من نوشتم و من انشالله راجع به این مفصلا سخن خواهم گفت که چطور اشعریت در عالم اسلام منتهی به نتایج دیگری شد ولی همون اشعریت در اروپا به نتایج دیگری موند. یعنی اینجا علم رو به ارمغان آورد، مدرنیته رو، ولی البته در کنار سایر عوامل، نه این تک عاملی که بحث نمی کنیم، ولی در میان ما متاسفانه به این نتایج منتهی نشد و بلکه حقیقتا گله اصلی روشنفکران عرب، روشنفکران اهل سنت البته بیشتر، این است که میگن اشعریت دست و پای ما رو بست، این دست و پای عقل ما رو بست و ما نتونستیم پیشرفت کنیم. لذا اگر شما ببینید روشنفکران جدید عرب چه دینی چه غیره همشون دنبال معتزله را افتادن و میگن تجدید اعتزالیگری. معتزله چون قائل به عقل بودن، قائل به همون ضروریات و ماهیات و ذاتیات و اینها بودن، قائل به علیت بودن، قائل به اختیار آدمی بودن، قائل به حسن قوا عقلی بودن، قائل به عدالت بودن. همه اون چیزهایی که اشاعره و نامینالیستا اونا رو نفی میکردن، این عقلیون به اصطلاح این قائلان به عقلانیت که معتزله باشن قائل بودن و جهان اهل سنت خب رفت زیر سیطره اندیشه اشعری به استثنای پاره ای از متفکران و یا کسانی که میانه ماندن، نه صد درصد اشعری نه غیره، الی زمان ناهازا یه خدای دیگری رو میپرستیدن، خدای واقعا واجد قدرت مطلقه رو میپرستیدن، همین خدای مطلق الانان و خودکامه، خودکامه مطلق که در نامینالیزم میبینیم و در اشعریزم هم بوده. من خیلی از متفکران جدید عرب رو میشناسم، آثارشون رو خوندم، سخنانشون رو گوش کردم، اینا به صراحت میگن ما باید رو به اعتزالیگری بیاریم، این اشعریگری پدر ما رو درآورده، خاکستر مرگ بر اندیشه علمی و فلسفی ما پاشونده. یه نکته ایست، یعنی البته ما دیر از خواب بیدار شدیم. حالا شیعیان هم که میگفتن ما اشعری نبودیم و معتزله بودیم، همچی گلی نه به سر خودشون زدن نه به سر عالم زدن. بنابراین ریشه رو باید پیدا کرد که ماجرا چیست که از یک شاخه دو جور میوه در اومده، میوه تلخ و میوه شیرین، اینقدر هم متفاوت. عوامل دیگر رو هم کنارش، من خودم در این باب تئوری پردازی کردم، یعنی نظرهایی دارم ان شاء الله خدمتتون خواهم گفت و در عین اینکه ندیدم هیچ کسی اصلا از این مسیر وارد طرح مسئله شرق و غرب شده باشه. اولا قصه نامینالیزم رو بگیره و نقش اساسیش رو در پدید آمده مدرنیته و گشودن در به روی مدرنیته بررسی کنه و از اون مهمتر این مطالعه تطبیقی رو انجام بده که چگونه در مشرق زبین ما و در فرهنگ اسلامی ما که یه جور نامینالیزم تمام عیاری پدید آمد، گوین که این نام رو بر خود نداشت، اما اصلاً به این نتایج تاریخی منتهی نشد و بلکه موجب پسرفت شد به جای موجب پیشرفت. علم خب هممون میدونیم در میان ما نروید، علم به معنای جدید کلمه. فلسفه خب تا حدی پیشرفت کرد، کلام تا حدی پیشرفت کرد، نه سیاست پیشرفت نه چیز دیگه، اندیویدوالیزم، هیومانیزم، بسیار از چیزها که دنبال نامینالیزم اومد میان ماها نیامد. خیلی خیلی مسئله جالبی است که این قیاس صورت بگیره، چون ما تا حدودی به سرنوشت و سرگذشت خودمون هم واقف میشیم، کجا بودیم الان کجا هستیم. آیا چنان که بعضا میگن ما الان در قرون وسطای خودمون هستیم؟ تا حدود اینطوری هست، ما تو قرون وسطای خودمون هستیم، برای اینکه من بسیاری از
مردم خودمون رو میبینم، این دانشمندانم، اینا هنوز درکشون از علم درک قرون وسطاییه، ولی اون که ظاهرا علم رو گویی که بلدند و شناختن و به کار میبرند و اینجور چیزا و خیلی نکات دیگری. لذا اون قیاس رو، اون مقایسه رو من انشالله انجام خواهم داد و نکاتی که خودم در نظر دارم و رسیدم انشالله براتون خواهم گفت. خب ممنون از اینکه سوال مطرح کردید، ولی من یادداشت کرده بودم و انشالله در وقتش نتایج تفکر خودم رو با شما در میان خواهم گذاشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.